در این ویدیو خواهیم دید از آثار باستانی بیش از 5000 ساله، مومیایی هایی که جیغ میزنند و مومیایی مرد طلایی و توله شیر، رامسس غول‌پیکر و چند کشف جالب دیگه. سلام دوستان، امروز میخواهیم شما رو به سفری مهیج و هیجان انگیز به سرزمین باستانی مصر دعوت کنیم. مصر کشوری که اسرار بیشماری رو در خود نهفته دارد، از معبدهای باستانی گرفته تا تخت خوابهای فرعونی و نقشهای فرازمینی ها برای دیوارهایش. اخیراً هم اکتشافات جدیدی در مصر به دست اومده که ما شاهد بازگشت به گذشته‌ای فراموش شده هستیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مقبره ملکی ناشناخته. باستانشناسان در حال کشف در سایت باستانشناسی ساخارا بودند که مقبره یک ملکه مصری ناشناخته را پیدا کردند. همچنین 300 تابوت و مومیایی که به نظر میرسه متعلق به ژنرال‌ها و محافظ‌های اون باشند. باستانشناسان آثاری مثل وسایل بازی هم پیدا کردند. مجسمه خدای پاتاسوکار، یک تبر فلزی در دست یک سرباز مومیایی شده هم از دیگر اکتشافات جالب در این مقبره بود. اما شگفت‌انگیزترین و جالب‌ترین ویژگی این مقبره این بود که تمام اون از طلا ساخته شده بود. هنوز هم باستانشناسان در حال بررسی هستند و امید دارند در کمترین زمان ممکن رازهای بیشتری رو از این مقبره کشف کنند. سنگ روزتا در سال 1979 در قلعه‌ای در نزدیکی منطقه رشید، منطقه‌ای که اکنون روزتا نامیده میشه، یک سنگ به نام روزتا کشف شد. آنچه که این سنگ رو منحصر به فرد کرده اینه که به 3 زبان نوشته شده. اون به زبان‌های یونانی، هیروگلیف مصری و دموتیک مصری نوشته شده. در زمان کشف اون فقط زبان یونانی اون شناخته شده بود و رمزگشایی به 2 زبان دیگر تقریبا غیر ممکن بود. این سنگ در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری میشه و جنجال‌های زیادی رو هم برانگیخته، زیرا مصری‌ها درخواست‌های زیادی کرده بودند که این سنگ به کشور خودشون برگردونده بشه. کشف 40 مومیایی در صحرا در سال 2019 یک مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه منیا، باستانشناسان مقبره حاوی 40 مومیایی رو کشف کردند که مربوط به دوران بطلیموس بود. این مومیایی ها در 260 کیلومتری جنوب قاهره و در داخل یک اتاق با عمق 9 متری کشف شده بودند. این مومیایی ها شامل 12 کودک، 6 حیوان و بقیه انسان های بالغ بودند و تعداد کمی از اونها هم در پارچه های کتان پیچیده شده بودند. بررسی های بیشتر هنوز هم ادامه داره. رامسس غول‌پیکر که متعلق است به کلوسوس رامسس در کرانه باختری رود نیل و حدود 25 مایلی جنوب قاهره کشف شد. این مجسمه فرعون قدرتمند سلسله 19 رو به تصویر میکشه. در سال 2012 تیمی از باستانشناسان بین‌المللی به رهبری دیتریش از دانشگاه لایزیک این مجسمه رو کشف کردند. این مجسمه از یک سنگ منحصر به فرد به نام کورتزایت ساخته شده. اگرچه تمام قسمت‌های این مجسمه هنوز پیدا نشده، اما محققان امیدوارند بتونن تعداد مجسمه‌های بیشتری برای بازسازی پیدا کنند. مرد طلایی در ساخارا یک مومیایی کشف شده که 4300 سال قدمت داره و با برگ طلا پوشانده شده. این مومیایی یک کمربند تونیک روی سر و یک دستبند هم روی سینه‌اش می‌بسته. اینا از نمادهای افراد ثروتمند بودند. فرانچسکو تیرادیرتی، یک مصرشناس برجسته ایتالیایی، کمربند تونیکی رو که رو توسط مومیایی پوشیده شده بود از نمادهای مهمی معرفی کرد که میتواند بینش‌هایی هم در مورد مذهب در باستان ارائه کند. مومیایی‌هایی که جیغ می‌زنند، یک معمای ترسناک که در مجموعه مقبره دره البهاری در مصر پیدا شد، یک مومیایی که با دهان باز کشف شده نشان می‌دهد این جسد متعلق به شاهزاده پنتاوار، پسر فرعون رامسس سوم که برای قتل پدرش توطئه کرده بوده. این جیغ در میان محققان بحث برانگیز است. پژوهشگران و تاریخ نگاران
هنوز نتوانستند تعیین کنند که مرگ او به چه دلیل و چگونه اتفاق افتاده. برخی به دلیل نبود منابع تاریخی دقیق و برخی به دلیل ماهیت افسانه برخی داستان‌ها، این موضوع همچنان یکی از ترسناک‌ترین و صد البته مرموزترین اکتشافات تاریخ مصر است. طول شیر هنوز هم رازهای زیادی در اعماق مقبره‌های باستانی نهفته است. در سال 2019 مومیایی دو طول شیر در ساکارا جنوب قاهره کشف شد. همچنین مجسمه‌های مختلفی از گاو نر گرفته تا تمساح و شاهین و کبرا رو هم کشف کردند. اما از بین تمام این اکتشافات 5 گربه مومیایی شده هم پیدا شده بود که با اسکن توموگرافی مشخص شد دوتا از اونا شیر هستند. 3 گربه باقی مونده هنوز قابل شناسایی نبودن، اما دانشمندان حدس میزنند اونا پلنگ هستند. این گربستانان مومیایی شده یا خداهایی بودند که باید پرستش میشدن یا هدایایی به خدا بودند. اما هدف از مومیایی کردن اونا هنوز هم به صورت یک راز باقی مونده. مجسمه دایورت کفرا. موزه مصر در قاهره دارای آثار باستانی شگفت انگیزیه. مجسمه هایی که تاریخ باستان رو به نمایش میذارن. یکی از این مجسمه ها کفرا یا کفرا بر تخت هم شناخته میشه. این مجسمه زیبا از یک سنگ بسیار سخت و تیره و با ارزش به نام آنورتوسیت ساخته شده در گودالی که در کف معبد دره کفرا حفر شده بود. این مجسمه به عنوان 14 شیء ارزشمند در موزه قاهره ثبت شده، اما اون به عنوان یکی از مهمترین و نمادین ترین مجسمه های باقی مانده از مصر باستان به شمار میره. نکته قابل توجه در این مجسمه اینه که کسی که بر تخت نشسته به بالا نگاه میکنه و یک حس برترین نسبت به بقیه رو نشون میده. همچنین مشت گره کرده اون و پرنده‌ای که روی سر اون قرار داره حکایت از این داره که خدایان از اون محافظت میکنن. همچنین حکاکی های روی اون وظایفی رو نشون میده که اون باید انجام میداده. این طراحی جالب نه تنها توانایی مصریان باستان در ساخت مجسمه رو نشون میده، بلکه توانایی اونا از لحاظ فنی رو هم به نمایش میذاره. گودال دسته غول‌پیکر. در سال 2011 تیمی از باستانشناسان کاخ کیون رو حفر کردن و اسکلت و دسته مربوط به 16 انسان رو در گودال کشف کردن. در ابتدا تصور میشد این دست ها نوعی هدیه به پادشاه یا زیر دستان اون باشن، اما دست ها چیزهای دیگری نشون میداد. دست هایی که بریده شده بودند. این اولین باری بود که دست های قطع شده پیدا می شد. بر اساس متون قدیمی سربازان با دادن دست های قطع شده مهاجمان به ازای اون طلا دریافت می کردن. این کشف یک راز مخفی و مبهم داره که شاید در آینده نشندان دور بتوان به آن پی برد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینیم. برای حمایت از ما یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید.